درود به شما همراهان عاشق وطن در این ویدیو ابتدا خبری داریم از بازداشت مردم در گیلان به بهانه رقص و شادی در بازار در ادامه گزارشی از شواهدی که نشون داده مردم غیر نظامی در روز حمله 7 اکتبر مورد خشونت شدید و آزار جنسی توسط تروریست های حماس قرار گرفتند و در پایان گزارش دیگه از اقدام دولت کانادا برای دیپورت یکی از مقامات سابق جمهوری اسلامی پلیس گیلان از بازداشت دوازده ادمین صفحات اینستاگرامی به دلیل انتشار تصاویر رقص و پایکوبی مردم در معابر عمومی و بازار رشت خبر داد. Oh, 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 oh. حسین حسنپور مقام انتظامی گیلان در این باره گفت محتوای نه صفحه اینستاگرامی توسط پلیس و با دستور قضایی حذف شدن چون انتشار این تصاویر باعث جریه دار شدن افت عمومی شده این در حالیه که آلودگی غیرقابل تحمل هوای شهرهای ایران نابودی محیط زیست فقر و فلاکت مردم و دهها مشکل و موزلی که مسبب اونا سوء مدیریت در جمهوری اسلامیه نه تنها باعث جریحهدار شدن عفت عمومی نمیشه بلکه ذره در روش مقامات و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی تاثیر نمیگذاره. نگاهی به اعداد و ارقام اختلاس های کلان در نظام جمهوری اسلامی نشون میده که این اختلاس ها در یک سیر تاریخی هموارشی به سعودی داشتند. به این معنا که بیشتر مواقع فسادهای جدید از قبلی ها بزرگتر و گسترده ترن. در یکی از همین بزرگترین اختلاس ها که در کمتر از پنج سال اخیر اتفاق افتاده بیش از سه هزار میلیارد دلار از دارایی مردم ایران به تاراج رفته و اطلاعات افشا شده نشون میده که طیفی از مقامات و نهادهای حکومتی در این تاراج تاریخی نقش داشتند. با این حال دولت ابراهیم رئیسی ادعا میکنه نه تنها فساد مالی رو کشف و با اون برخورد کرده بلکه از این فرصت برای تخریب دولت قبلم استفاده میکنه پرونده های کلان اقتصادی سال 99 شامل پرونده 21 متهم کلان تخلفات ارزهای دولتی بود که امید اسد بگی متهم ردیف اول آن بود. پرونده اکبر تبری معاون وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه که به دریافت و پرداخت رشوه، پولشویی و جل متهم شد. قاضی منصوری که جسد او در هتل در بخارس پیدا شد، متهم نهم همین پرونده با اتهام دریافت رشوه 500 میلیون یورویی بود. پرونده شرکت نیشکر هفتپه با 19 متهم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز که همچنان در حال بررسی است. پرونده گروه ازام و تولید کنندگان قطعات خودرو که متهم اول آن عباس ای روانی مدیر این گروه بود که متهم ردیف اول پرونده که اخلال ارزی دیگری هم بود. حالا محمد مقیمی در حالی از رشد اختلاس در ایران خبر می دهد که جمهوری اسلامی به لحاظ رتبه بندی سالانه فساد در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین و ملل در میان 180 کشور جهان رتبه 149 را کسب کرده است. رتبه ایران در مقایسه با آمار این سازمان در سال گذشته سه پله و در مقایسه با سال قبل از آن 11 پله سقوط کرده و به پایین ترین جایگاه سالهای اخیر رسید است. اگرچه برای بخش قابل توجهی از مردم ایران که با درک ساختار فاسد حکومت در کوچه و خیابون شعار اصلاح طلب اصول گرادی تموم ماجرا سر میدن دولتهای انقلابی و تحت حمایت رهبری هیچ کدوم فرقی با هم ندارند چون مردم سالهاست میدونن که این تخلفات و فساد مالی که از دولتهای قبلی خصوصا از زمان اکبر هاشمی رفزنجانی شروع شده تا دولت فعلی ادامه داره اما موضوع مهم در این بین عدم توجه مقامات در دولتهای متوالی نظام جمهوری اسلامی به رفع مشکلات اساسی کشور از جمله آلودگی هوا تورم فقر و مشکلات متعددیه که زندگی رو برای مردم هر روز سختتر میکنه در عوض تمام تلاش رژیم و مزدورانش در جهت سرکوب هر نشونه ی از زندگی، شادمانی و امید در دل مردمه. خبرگزاری BBC در گزارش عنوان کرد که شواهد تجاوز، خشونت جنسی و قطع عضو زنان در جریان حملات روز 7 اکتبر حماس به اسرائیل تایید شده. چندین نفر که در جمعآوری و شناسایی اجساد کشته شدگان در حمله حماس شرکت داشتند به گزارشگر این شبکه خبری گفتند که نشونه های متعددی از تعرض جنسی از جمله شکستگی لگن، زخم، بریدگی و پارگی دیدن و قربانی های حمله وحشیانه حماس شامل زنان، کودکان، نوجوانان و افراد سالمند بودند. شهادت ویدیویی شاهدین عینی توسط پلیس اسرائیل به یه خبرگزاری های معتبر نشون داده شده. ویدیوهای بدن اوریان زنانی که حماس در روز حادثه گرفته و تصاویر اجساد که بعد از حادثه در محل گرفته شده، حاکی از اونه که زنان هدف حمله جنسی مهاجمین قرار گرفتند. به دنبال انتشار این خبر هولناک و تلخ، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد همه باید خشونت جنسی تروریست های حماس رو بدون اما با اگر قویا محکوم کنند. فرهاد جو بایدن به چه جزئیاتی اشاره کرد در ابتدا با سخنان آقای بایدن شروع کنیم خب رئیس جمهوری آمریکا دیروز دو تا برنامه بار معروف جمعوری اعانات مالی داشت برای کمپین انتخاباتیش ام. که در یکیش مفصلا در رابطه با اون چیزی که گزارش آمده در رابطه با خشونت جنسی صحبت کرد گفتش از اول ما گزارش دریافت کرده بودیم برای در مورد همین خشونت های جنسی که توسط حماس اعمال شده برای ایجاد وحشت در بین زنان و کودکان و مردم اسرائیل در موقع حملهشون در همون نیمه مهما حالا که برخی برگشتن و اون گروه حماس از اسرائیل بیرون شد روایت هایی که دریافت کردیم ایشون میگه که این افرادی که حمله کرده بودن نه تنها تجاوزهای مکرر جنسی انجام دادن بلکه اجساد رو تکه تکه کردن و بعد به قتل رسوندن رئیس جمهور آمریکا گفتش که جامعه جهانی الان باید بدون اما بدون اگر بدون ابهام قویان این رو محکوم کنه و گفت من شخصا این مسئله رو پیگیری خواهم کرد گفتش امتناع ورزی حماس از آزاد کردن زنان گروه سنی 20 تا 39 سال دلیل اصلی شکست مذاکرات ادامه آتش بس یا همون وقفه انسان دوستانه بوده ولی گفتش کماکان پیگیری میکنه مسئله اصلی که همون آزادی گروگان ها هستن به ویژه گروگان های آمریکایی و گفتش تا موقعی که اینها برنگردن به خونه از پای نخواهد نشست از اون طرف پلیس اسرائیل گفته که تحقیقات گسترده را انجام داده برای مستند سازی ولی متاسفانه با توجه به اینکه دوره زمانی زیادی گذشته از این ثابت کردنش بر اساس پروتکل های موجود یه خورده مشکله به گزارش وبسایت کانادایی گلوبال نیوز پرونده ای برای اخراج یک معاون وزیر دولت جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی میکنه تشکیل شده این فرد با هویت سلمان سامانی در گزارش گلوبال نیوز به عنوان جانشین وزیر کشور معرفی شده اما بنا به بررسی صدای آمریکا در دولت حسن روحانی این مقام رو داشته و در حال حاضر این سمت رو نداره سلمان سامانی همچنین در دوره ریاست جمهوری روحانی سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نماینده تامل اختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات 13 همین دوره ریاست جمهوری بوده. به نوشته ی گلوبال نیوز سلمان سامانی تحت تحریم هایی قرار داره که کانادا یک سال پیش و بعد از کشته شدن محسا امینی علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس این گزارش برای این فرد جلسه بررسی و پاسخگویی برای اخراج از کانادا تشکیل شده. سازمان امور مرزی کانادا از هیئت مهاجرت و پناهندگی این کشور درخواست کرده تا برای این فرد جلسه ای برگزار کنند و امکان داره این جلسه منجر به اخراج سامانی از خاک کانادا بشه به گفته آنا پاپ سخنگوی هیئت مهاجرت کانادا سامانی برای شرکت در جلسه‌ای که صلاحیت مهاجرتش رو بررسی کنه ارجاع شده گلوبال نیوز عنوان کرده دولت کانادا از بیان این موضوع خودداری کرده که آیا این پرونده مربوط به سلمان سامانی 42 ساله معاون وزیر کشور جمهوری جمهوری اسلامی ایران یا ناگفته نمونه که احمد وحیدی وزیر کشور رژیم جمهوری اسلامی قبل از کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بر لزوم برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرده بود اخیرا هم از حضور عدهای به عنوان هجابان در مترو برای کنترل زنان و دخترانی که پوشش مورد تایید حکومت را ندارند و تحت عناوینی نظیر امر به معروف و نهی از منکر یا تذکر لسانی مزاحمت ایجاد می کنند دفاع کرد علاوه بر اون متن دستور محرمانه احمد وحیدی برای استقرار هجابان ها در مترو منتشر شد در حالی که این وزیر دخالت داشتن در این امر را انکار کرده بود. حالا باید دید آیا دولت کانادا برای دیپورت افرادی که سابقه همکاری با جمهوری اسلامی به عنوان دیپلمات بلند پایه دارند واقعا اقدام میکنه یا این ماجرا تنها نمایشیه در پاسخ به اعتراض و خواسته ی مردم ایران که بارها اعلام کردن مقامات جمهوری اسلامی و بستگانشون باید از کانادا اخراج بشن؟ سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرتون رو در کامنت بنویسید و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید